با مذاکرات قبلی ایران با گروه پنج به علاوه یک است. همکارم بیژن فرهودی در لندن این پرسش و برخی موضوعهای دیگر را در گفتگوی با مرداد خانساری، دیپلمات پیشین و فعال سیاسی در میان گذاشته. توجه کنید. در صورت موفقیت مذاکرات بغداد، تأثیر اون بر جبهه داخلی چه میتونه باشه؟ آیا این گفته ناظران رو شما قبول دارین که نظام ممکنه به خاطر اینکه حس امنیت بیشتری میکنه در داخل از فشار بر مردم اندکی دست برداره و یک آزادی های نسبی به مردم اعطا بکنه؟ ببینید، این خیلی سوال مشکلیه، ولی به طور مسلم این هستش که ادامه این مذاکرات عقب نشینی ایران، و این رو باید گفت، هر جور که شما بخواید این مسئله رو به صلاح ارزیابی بکنید، این در اصل جام زهر دومی است که جمهوری اسلامی در 33 سال گذشته داره می نوشه. عقب نشینی که دولت جمهوری اسلامی میکنه شک و تردیدی درش نیست. مسئله این استش که ولی این عقب نشینی به جمهوری اسلامی فرصت بیشتری میده که بخواد جبهه خودش رو در مقابل مردم قوی تر بکنه. این هم تردیدی درش نیست. مسئله این هستش که این روند و این زمان و این فرصتی که به جمهوری اسلامی داده میشه ازش چه استفاده ای بشه. اگر استفاده فقط این باشه که جمهوری اسلامی و سیستم حکومتی بخواد وضعیت خودش رو تحکیم بکنه، خب شرایط داخلی که عوض نمیشن و من نمیبینم که اصلا امکان این وجود داشته باشه که جمهوری اسلامی و دولت بخواد تغییری در روش خودش در قبال مردم و مسائل جاری بده. لذا این فشارها به نظر من ادامه پیدا میکنند، ضمن اینی که جمهوری اسلامی با اینکه بخواد با معادله جنگ مثلا در کوتاه مدت روبرو بشه، چیزی که میدونه که اگر صورت بگیره ممکنه در کوتاه مدت حتی به نفعش باشه ولی در دراز مدت نمیتونه اون رو اداره بکنه، به هر حال از یک موقعیت میشه گفتش که مثبتی در کوتاه مدت میتونه برخوردار باشه، ولی مشکلات عمدهش تا زمانی که تغییرات اساسی چه در زمینه برخوردش با مسائل داخلی و چه در زمینه برخوردش با مسائل کلان خارجی تغییرات فاحشی صورت نگیره، این وضعیت به نظر من به هیچ وجه عوض نخواهد شد. تأثیر مذاکرات بغداد بر آینده روند عادی سازی مناسبات بین ایران و غرب و به ویژه ایالات متحده چه میتونه باشه؟ بغداد حد اکثر میتونه زمینه رو برای یک سلسله مذاکرات دیگه هموار بکنه. اگر دولت جمهوری اسلامی سیاست خودش رو در قبال پرونده هسته‌ای تعدیل بکنه، با آژانس همکاری بکنه، مشخص باشه که به دنبال دست یافتن به سلاح‌های هسته‌ای نیست، سیست برنامه‌های موشک سازیش به خاطر سلاح‌های هسته‌ای به کار نیفتادند، در زمینه تروریسم دست از یک سلسله اقداماتی که تو منطقه برمی‌داره برداره، هم اون گروه حزب الله و سوریه و مشکلاتی که امروز با جهان غرب داره رو در یک چارچوب و کانتکستی که برابر با اون خواست جهانی هستش همزمان بکنه، خب معلومه که فشارها برداشته میشه. ولی دلیلی نیست که آدم فکر بکنه که جمهوری اسلامی در این زمینه ها اصلا کوچکترین تمایلی برای همکاری داشته باشه. ثانیه‌ای که اونها در این راستا قدم بردارن دیگه اونی که هستن نخواهند بود، و اگر اونی که هستن نباشن که دیگه نمیتونن حکومت بکنن. لذا باید همه اینها رو در یک کانتکست گذاشت. عادی سازی روابط منوط فقط به اینکه اینها تا 20% غنی سازی نکنن نیست، به فاکتورهای بسیار زیادی دیگه به اصطلاح وصله که شرایط و زمینه همکاری جمهوری اسلامی در اون زمینه ها اصلا مشاهده نمیشه.